دوستای عزیزم سلام. اگر دوست دارین 21 از بهترین، مهمترین و زیباترین دوخت‌های گلدوزی رو یاد بگیرین، این ویدیو برای شماست. طرحتون رو با استفاده از ویدیوی آموزشی قبلی روی پارت منتقل کنین. بشه اول استفاده کردم. لینکش رو دوباره توی کپشن میذارم. دوخت شلال ساده یا همون کوک ساده که راحت‌ترین دوخت توی گلدوزیه. دقت کنید که فاصله بین شلال ها تقریبا یکسان باشه. طول شلال ها هم خیلی بلند نباشه. برای دوختن خطوط اصلی طرحتون و همچنین پنبه دوزی و آجید دوزی از این دوخت استفاده میشه. همین ابتدای ویدیو باید بهتون بگم که همه دوخت ها با ستاره نخ دوخته شده. دوخت پتویی که اگر به صورت فشرده دوخته بشه بهش دوخت جادوکمه هم میگن یا همون دوخت دندان موشی. این دوخت باید از چپ به راست دوخته بشه و به دو روش دوخته میشه. بهتر هست که خطوط رو بکشید و تو روش اول از خط پایینی سوزن رو برید داخل پارچه کامل و از خط بالای بیرون میارید و نختون باید به صورت حلقه شده باشه و همیشه به سمت بالا باید باشه. دقت کنید این دوخت به صورت فشرده و بدون فاصله هم دوخته میشه. تو روش دوم دیگه سوزن کامل توی پارچه نمیبرید. ببینید سوزن میره داخل پارچه و یه ذره بالاتر از روی خط اصلی بیرون میاد و در این صورت نختون حتما باید زیر سوزن باشه. این دوخت یکی از مهمترین دوخت ها توی گلدوزی و سوزن دوزی هاست. برای دوخت حاشیه، جادوکمه، گل، برگ و خیلی از سوزن دوزی های ایرانی از این دوخت استفاده می کنیم. چه فشرده چه فاصله دار. دوخت پر منفرد. این دوخت شبیه همون دوخت پتویی هست، با این تفاوت که شلال هاش به صورت اوریب دوخته میشه. دقت کنید شما به هر سمتی که میخواید اون خط اصلیه و خط صافه رو بدوزید، نختون همیشه باید به همون سمت بره. از این دوخت هم برای دوختن حاشیه و شاخه و برگ لابلای کارهاتون میتونید استفاده کنید. دوخت زنجیره. این دوخت هم یکی از مهمترین دوخت ها توی گلدوزی و انواع سوزندوزی هاست. از همون جایی که نخ از پارچه بیرون اومده سوزن رو داخل میبرید و به اندازه 2 تا 3 میل جلوتر سوزن از پارچه بیرون میارید و از داخل نخی که به صورت حلقه ایجاد شده سوزن کامل بیرون میاد. دقت کنید برای زنجیرهای بعدی سوزنتون داخل زنجیره میره و از بیرون زنجیره نباید بدوزید، وگرنه دوختتون اشتباه میشه. در آخر هم یه بست میخوره که دوختتون محکم بشه. برای دوختن خطوط اصلی یه طرح یا پر کردن یه سطحی از یه طرحمون ما از این دوخت استفاده میکنیم. دوخت زنجیره پر. این دوخت در واقع یه دوخت زیگزاگیه که نوک اونا یه دوخت زنجیره دوخته شده. برای دوختنش حتما خطوط رو بکشین و یه زنجیره بدوزین و شلال آخرش یا بست آخرش رو بلندتر و روی خطتون بدوزین. از این دوخت برای کناره، حاشیه، همینطور تزئین لباس و به عنوان شاخه و برگ لابلای کارهاتون میتونین استفاده کنین. پیشنهاد میکنم که این دوخت رو با رنگ سبز بدوزین و لابلای اون زیگزاگ ها گره فرانسوی های رنگی به عنوان قنچه بدوزین. این مدل دوخت ها با نخهای مولتی کالر یا همون چند رنگ خیلی قشنگ تر میشن. دوخت خوشه گندم. این دوخت هم به صورت مجزا دوخته میشه هم به صورت نواری و پیوسته.
دوتا دوخت مورب میدوزید و یه زنجیره که از داخل اون دوتا دوخت مورب رد شده. کاربرد این دوخت برای حاشیه و تزیین هست. به نظر من بهتر است این دوخت هم با نخ مولتی کالر یا همون چند رنگ بدوزین که زیباییشو چند برابر میکنه. دوخت جناقی برای این دوخت هم بهتر از خطوط رو بکشید و از چپ به راست دوخته میشه. بعد از اینکه اون شلال بلند رو دوختین، سوزنتون از راست به چپ از پارچه بیرون میاد. دقت کنید فاصله دوتا خط یعنی بالا و پایین زیاد نباشه. به این دوخت دوخت متقاطع روسی هم گفته میشه. برای دوختن لبه ها، حاشیه ها و همچنین پر کردن سطوح از این دوخت استفاده میشه. خیلی وقت ها هم این دوخت پایه یه سری از دوخت های دیگه است. دوخت زنجیره زیگزاگ. این دوخت به دوخت زنجیره وی شکل هم معروفه و فرقش با زنجیره اصلی اینه که به جای اینکه روی یک خط صاف دوخته بشه، روی خط زیگزاگی دوخته میشه. برای دوخت کناره ها، حاشیه ها و همچنین تزیین دور کارتون میتونید از این دوخت استفاده کنید. این دوخت از زنجیره دوزی های سنتی و اصیل در سوزن دوزی های قدیمی چینیه. دقت کنید مثل دوخت زنجیره وقتی که سوزن رو میخواید برای دوخت دوم داخل پارچه ببرید، حتما داخل خود زنجیره داخل ببرید نه بیرونش. دوخت شقایق. شقایق دوزی هم یکی از دوخت های مهم گل دوزی هست که تقریبا شبیه ساق دوزیه ولی سوزنتون از داخل نخ ها بیرون میاد. روندش دقیقا مثل همون دوخت ساق دوزیه با همون تفاوتی که بهتون گفتم. برای دوختن خطوط اصلی طرح و همینطور پر کردن سطوح اصلی طرحاتون از این دوخت استفاده کنید. این دوخت خیلی تمیز و یک دسته، یه جوری شبیه زنجیره هم هست، منتها خیلی سریعتر از زنجیره دوخته میشه. پس همون کاربردهایی که زنجیره داره اینم داره، میتونید به جای زنجیره از این دوخت استفاده کنید. دوخت مرجانی. سوزن رو از داخل پارچه بیرون بیارید، سوزن رو از بالا به پایین به اندازه 1 یا 2 میل از پارچه رو بگیرید و بیرون بیارید و نختون رو 1 یا 2 دور دور سوزن بپیچید و سوزن رو بیرون بیارید. به این دوخت دوخت منجوق دوزی، گره آلمانی و دوخت گرهی هم گفته میشه. اگر بخواین خطوط اصلی یک طرح رو بدوزین که خیلی یک دست نباشه و یه بافتی داشته باشه، میتونین از این دوخت استفاده کنین. برای پر کردن سطوح هم میتونین از این دوخت به صورت کنار هم استفاده کنین. وقتی که سطحتون خیلی بزرگه، دوخت خیلی خوبی هست.
دوخت بخیه. بچه ها قسمت اول این ویدیو متاسفانه پاک شد. امیدوارم که متوجه بشین. حالا باز آموزشاشو بعدا هم براتون میذارم. اولش باید یه شلال بزنین و همین جوری که میبینید در ادامه داره دوخته میشه. به اندازه یه شلال میایید بیرون و دوباره برمیگردید عقب. توی یه منفذ نباید فاصله بدین. این دوخت هم یکی از بهترین و مهمترین دوخت ها برای گلدوزی، برای دوختن خطوط و پر کردن سطوح. دوخت ستاره پردوزی. برای این دوخت باید اول یه دونه به علاوه بدوزین، یعنی یه شلال عمودی افقی و یه دوخت ضرب در روی اون، که طول این دوخت ضرب در کوتاه‌تر از اون دوخت به علاوه است. این دوخت رو هم به صورت تک میتونین لابلای کارهاتون بدوزین و هم به صورت ردیفی و نواری و حتی فشرده تر از من، یعنی فاصله هاش کاملا کم باشه و به هم چسبیده باشه. میتونیم برای حاشیه ها، کناره ها و برای تزیین از این دوخت استفاده کنیم. دوخت سرخس. برای سرخس دوزی هم بهتر هست که خطوط اصلی رو بکشید و سه تا شلال توی یه منفذ اصلی میره. سعی کنید بین دوخت ها هیچ فاصله نذارید، یعنی بین اون سه تا شلال مورب با سه تا شلال مورب بعدی هیچ فاصله ای ندید. برای دوختن شاخه های کوچیک سرخس گونه و همینطور برای بعضی از طرح ها میتونید برای پر کردن خطوط اصلیش از این دوخت استفاده کنید. از این دوخت میتونید به عنوان تزیین روی لباس هم استفاده کنید. مثلا میتونید اینو با رنگ سبز بدوزین و نوک اون حالت فلشی ها، گره فرانسوی های رنگی بدوزین. این کار که یه سری شاخه است که روشون قنچه داره. دوخت زنجیره برجسته. یه شلال بزنید، به اندازه 2 تا 3 میل برید جلو، نخ رو بیرون بیارید و از زیر شلال قبلی ردش بکنید. برای دوخت بعدی دوباره به اندازه 2 تا 3 میل برید جلو، نخ رو در بیارید و از زیر زنجیره قبلی بیرون بیارید. به این دوخت زنجیره معکوس هم گفته میشه. دقیقاً برعکس دوخت زنجیره دوخته میشه. همون کاربردهایی که دوخت زنجیره هم داره این داره، دوختن خطوط اصلی و پر کردن سطوح. فقط فرقش با دوخت زنجیره اینه که این برجسته تر دیده میشه. دوخت پر دوبل. به این دوخت مرجانی دوبل هم گفته میشه و برای تزیین و حاشیه استفاده میشه. حتما برای دوختن این دوخت خطوطش رو از قبل بکشین. نخ رو به سمت بالا بدین و به صورت یک زنجیره باز اونو بدوزین. ببینید برای سمت راست نختون میره به سمت راست، برای قسمت سمت چپ نختون میاد به سمت چپ. انگار که دارید زنجیره های باز میدوزین. یه چیزی که برای این دوخت و خیلی از دوخت های گلدوزی برای یادگیریش به شما کمک میکنه یا همینطور برای راحت تر دوختنش به شما کمک میکنه اینی که جهت دوخت و سوزنتون رو درست بگیرید. این تر انگار یه سری مثلث هست که رأساشون به سمت بالا هست. اگر بخواید اینو راحت تر بدوزید یا راحت تر یاد بگیرید، باید جهتش رو درست بگیرید.
وقتی که برعکس بدوزین، جهت حالا دوخت یا سوزن رو برعکس بگیرین، ممکن اصلا نتونین از روی ویدیو یاد بگیرین یا کلا یاد بگیرین، یا اگرم بخواین بدوزین ممکنه خیلی سخت بدوزینش. پس وقتی به سمت بالا باشه خیلی راحت انگار زنجیره های باز میدوزین، سمت چپ نختون میاد به سمت چپ و برای راست نختون میره به سمت راست. دوخت پر. برای این دوخت هم اگر مبتدی هستین بهتر هست که خود تستی رو بکشید، نختون به سمت بالا باشه و زنجیره های باز بدوزین. یک بار به سمت راست این زنجیره باز رو میدوزین و یک بار به سمت چپ، یعنی نخ یک بار میره به سمت راست، یک بار میاد به سمت چپ. دقت کنین حتما رأس این مثلثی شکل هایی که توی این دوخت میبینین به سمت بالا باشه. این دوخت هم برای حاشیه، کناره و تزئینات خیلی دوخت قشنگی هست، مخصوصا اینکه سر اون شلال ها یه گره فرانسوی یا منجوق و مروارید بدوزید. دوخت زیگزاگ با شلال. این دوخت از چپ به راست دوخته میشه، یه شلال زده میشه و نخ از وسط اون در میاد. برای بالا وقتی که دارید بالا رو میدوزید نختون به سمت پایین باشه، نصف شلال رو از راست به چپ بدوزید و بقیهش رو وقتی خواستید بدوزید نختون به سمت بالا باشه. ببینید وقتی دارید شلال های پایین رو میدوزید همون شبیه دوخت جناقی هست تقریبا، ولی فرقش اینه که شما بالا و پایین این دارید یه شلال میدوزید. وقتی دارید شلال های بالا رو میدوزید نختون حتما به سمت بالا باشه، وقتی شلال های پایین و مخصوصا مرحله دومش رو دارید میدوزید نختون به سمت پایین باشه. این دوختم برای تزئینات و حاشیه استفاده میشه. دقیقا مثل دوخت جناقی فاصله دوتا خطتون زیاد نباشه. دوخت گلبرگی. این دوخت رو از راست به چپ شروع کنید، یه شلال بزنید از وسطش بیرون بیاید از قسمت پایینش و یه تک زنجیره بدوزید. برای دوخت بعدی وقتی خواستید شلال بزنید، شلالتون باید یه مقدار بره زیر شلال قبلی، تقریبا شبیه ساق دوزین میشه که از وسطاش یه سری زنجیره بیرون اومده. از این دوخت برای دوختن طرح‌های دایره‌ای و حلزونی و همینطور برای تزئینات میتونین استفاده کنین. اینو میتونید یه ردیف هم به صورت معکوسش بالاش بدوزین و یه فضای پهن‌تری رو دارید، یعنی یک حاشیه پهن‌تری دارید در نهایت. حتما در حین دیدن ویدیو یا بعد از دیدن ویدیو دوخت‌ها رو تمرین کنین. وقتی که تمرین بکنین بیشتر تو ذهنتون میمونه. دوخت ساق دوزی. این دوخت به دوخت گل دوزی هم معروف هست. بهتر است از چپ به راست شروع کنید، یه شلال بزنید، نخ رو به سمت پایین بگیرید و از وسط اون بیرون بیاید. در ادامه هم همین انگار که دارید یه دونه شلال کامل میدوزید که نختون از وسطش بیرون میاد. فقط دقت کنید تا آخر خطتون نختون باید به سمت پایین باشه. اگر یک بار به سمت بالا بره دوختتون خراب میشه و از اون یه دستی در میاد. پس مثل من میتونین همیشه نخ رو به سمت پایین نگه دارین تا دوخت درستی داشته باشین.
دوخت ساق دوزی هم یکی از اصلی ترین دوخت های گل دوزی هست که برای دوختن خطوط اصلی و پر کردن سطوح ازش استفاده می کنیم. دوخت دانه دوزی، این دوخت هم برای دوختن خطوط اصلی طرح مناسب هستش. ببینید وقتی که یه شلال میزنی، شلال بعدی اول آخرش باید از یه منفذ مشترک بیرون بیاد، ولی روی هم دیگه نره، کنار هم قرار بگیره. میبینید با دستتون نخ رو هدایت کنید که روی هم دیگه نره. در نهایت شبیه همون دوخت شلال ساده است، منتها پهن‌تر هست و انگار پررنگ‌تر هست، واضح‌تره. دوخت گره فرانسوی، این دوخت به دوخت دانه و دوخت گرهی هم معروفه. نخ رو از پارچه بیرون بیارین، با دست چپتون حتما نگهش دارید، سوزن رو از زیر بیارید و نخ رو 1، 2 یا 3 بار دور سوزن بپیچید. این دقیقا به این بستگی داره که نختون چند لا هست و میخواید گره فرانسویتون چقدری باشه. ببینید من 1 جا 2 بار پیچیدم، 1 جا 1 بار فقط پیچیدم. تا 3 بار مجازین، بیشتر از این دوختتون بد میشه و خراب میشه. یه نکته ای که خیلی مهمه برای این دوخت، این که درست در بیارید و خراب نشه، این که حتما با دست چپتون نخ رو نگه دارید و وقتی سوزن توی پارچه است نخ رو بکشید که بچسبه به پارچه. وقتی چسبید به پارچه سوزن رو از زیر پارچه در بیارین. اینجوری گره خیلی عالی میدوزین. برای دورگیری آخر هم از دوخت ساق دوزی با نخ دولا استفاده کردم. شما میتونید از هر کدوم از اون دوختایی که گفتم برای دوختن خطوط اصلی مناسب هست استفاده کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و دوستش داشته باشین. برای حمایت از کانال من لطفا ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین و اونو برای کسایی که میدونین علاقه‌مند هستن ارسال کنید. من طرح اصلی کار رو توی کانال تلگرام، پینترست و اینستاگرام خودم میذارم. میتونید از اونجا سیوش کنین، پرینت بگیرین و با استفاده از ویدیوی قبلی اون رو روی پارچه‌تون منتقل کنین. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودین.